عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران و حاضرین در جلسه، همینطور عزیزانی که ما را از طریق کانال یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون بشریت دنبال میکنن. امروز جمعه 16 دسامبر 2022 برابر با 25 آذر 1401 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم با جلسه ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران منطقه جنوب آلمان. امروز بخشایی که برای شما در نظر گرفته شده رو معرفی میکنم. در بخش اول جناب آقای داوود لطفی برای ما هدف 3 از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ارائه خواهند داد و پس از ایشان جناب آقای عبدالمجید بازداران سخنرانی خودشون رو با موضوع روز بین‌المللی مبارزه با فساد و فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد. در پایان بحث آزاد رو داریم که حق محاکمه قانونی برای همه موضوع بحث آزاد این جلسه هستش. بدیهی است که از همکاران تقاضا میشه که در پایان هر بخش و مخصوصا در بحث آزاد اگر سوالی یا نظری دارن لطفاً همراهی کنم و جلسه پرباری رو پشت سر بگذاریم. بدون فوت وقت دعوت میکنم از آقای لطفی عزیز تا سخنرانی خودشون رو ایراد کنم. آقای لطفی میکروفون در اختیار شماست. بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز. امیدوارم که تا این لحظه از روز اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. این سند مصوبه‌ای بود که دولت ایران به عنوان یک سند ضد نظام جمهوری اسلامی و دخالت کشورهای غربی در امور ایران از اون یاد کرده. هدف سوم از اهداف 17 گانه سند 23 عبارت است از تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام بدن به شرح زیره. یک، کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از 70% به ازای هر 100,000 نفر. پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر 5 سال. در این حرکت هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از 12 نفر به ازای هر 1000 نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به حداقل کمتر از 25 نفر به ازای هر 1000 کودک. 3. پایان دادن به بیماری‌های همگیر مثل ایدز، سل، مالاریا، بیماری‌های نادیده گرفته شده ویژه مناطق حاره و مبارزه با هپاتیت، بیماری‌های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری‌های واگیردار. 4. کاهش تعداد مرگ و میرهای زودهنگام ناشی از بیماری‌های غیر واگیر از طریق پیشگیری، درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه. 5. تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن و نیز پیشگیری از استفاده زیانبار مشروبات الکلی. 6. به نصف رساندن تعداد مرگ و میرها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان. 7. تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله در راستای تنظیم خانواده، آموزش، اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌ها و راهبردهای ملی. 8. تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت، از جمله دسترسی به کلیه خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز بدون مواجه شدن فرد با مسائل مشکلات مالی توی این زمینه. دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیز دسترسی امن، مؤثر، با کیفیت و مقرون به صرفه نسبت به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. 9. کاهش چشمگیر تعداد مرگ و میرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا و آب و خاک. و خود این شامل دو بخشه: تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها به طور مناسب، و بخش دومش حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیر واگیردار که در ابتدا کشورهای در حال توسعه رو تحت تاثیر قرار میده. فراهم کردن امکان دسترسی به داروها و واکسن‌های مقرون به صرفه. در راستای اعلامیه دوحه در مورد تریپس و بهداشت عمومی که این اعلامیه به موضوع حق کشورهای در حال توسعه برای بهره‌برداری کامل از مفاد موافقتنامه جنبه‌های تجاری حق مالکیت فکری که همون تریپسه، مبنی بر انعطاف پذیری برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم کردن امکان دسترسی به دارو برای همه تاکید دارد. قسمت سومش افزایش چشمگیر کمک‌های مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه. قسمت چهارم از بند 9 تقویت ظرفیت‌های همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای هشدار به هنگام کاهش مخاطرات و مدیریت خطرهای بهداشتی در سطوح جهانی و ملیه. اینا 9 تا از بندهای هدف 23، هدف سوم 23 بودن که حالا تک به تک اینها رو شما اگه بررسی کنید متوجه میشیم که فکر میکنم این 9 تا در ایران به طور کامل رعایت میشه. اما حالا سلامت به چه معناست یا تندرستی؟ عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد در یک جامعه است. این میشه مفهوم سلامت، مفهوم سلامتی و تندرستی. حق بر سلامت که لازمه حیات مدنی هر انسانه تو ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خودش و خانواده‌اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی، خدمات اجتماعی ضروری و همچنین داشته باشه، و همچنین حق داره که در زمانهای بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیارش خارج تأمین زندگیش، از تأمین اجتماعی مناسبی بهره مند باشه. همچنین این حق طبق ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک، ماده 12 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در زمره حقوق اساسی هر انسان شناسایی شده و دولت‌ها مکلفند که تمامی امکانات خودشون رو برای بهره‌مندی انسان‌ها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی به کار بگیرن. اما هدف شماره 3 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، بهبود چشمانداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی رو در گروه کاهش مرگ و میر مادران، پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان، کاهش بیماری‌های مرتبط با ایدز، پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مغروم صرفه، مراقبت از سلامت جنسی و باروری، تحقیقات واکسن و دسترسی به دارو و همچنین مبارزه با بیماری‌های غیرقابل پیشگیری مثل دیابت و جلوگیری از حوادث ترافیکی و سوء استفاده از مواد مخدر می‌دونه. در همین راستا حق بر حیات در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 12 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض به عنوان بنیادی ترین حق بشری همونجور که گفته شد تاکید شده. علاوه بر این موارد ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی هم متضمن الزام دولت‌ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکانه. یکی دیگه از اهداف سال 2030 اینه که دسترسی جهانی به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری اطلاعات و آموزش رو تضمین کنه. مطابق با ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور ماده 15 از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، هر انسان حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید اون رو داره و قوانین داخلی و بین‌المللی باید این حق رو تضمین کنند و امکان بهره‌مندی تمامی انسان‌ها را از اون بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم کنند. جمهوری اسلامی نیز در قانون اساسیش حق بر سلامت را مورد توجه قرار داده و خود را به نوعی مکلف به تحقق هدف شماره 3 نموده. اصل 23 قانون اساسی حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت میشناسه و مقرر میکنه برخورداری از تأمین اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. طبق این اصل دولت باید از دو طریق این خدماتی که گفته شد در بالا رو برای همه مردم کشور فراهم کنه. این دو تا طریق عبارتن از: یک، درآمدهای عمومی و درآمدهای دو، درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. علاوه بر اصل 23 اصول دیگه‌ای هم نیز با تأمین سلامت جامعه ارتباط دارند. طبق بند 12 اصل 3 قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه از وظایف دولته. به موجب این اصل دولت مکلف حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن یا مرد، و تساوی عموم در برابر قانون رو تأمین کنه و برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید داره. در اصل 3 به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودشون اشاره شده و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی رو از وظایف دولت میدونه. همچنین اصل 23 حمایت یکسان قانونی رو برای همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رو با رعایت موازین اسلامی بیان میدونه. یعنی اگه موازین اسلامی مطابق با موازین اسلامی نباشه، این اصل خود به خود رد میشه. اصل 21 مربوط به حقوق زنانه و دولت رو موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت دوباره موازین اسلامی نموده. دولت باید برای رشد جایگاه و شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اون زمینه‌های مساعد رو ایجاد کنه و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کنه. بسیار حمایت میشه خوشبختانه. بند 1 اصل 33 تأمین نیازهای اساسی یک مسکن، یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه رو یکی از ضوابطی میدونه که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر اساس آن استوار باشه. اما آمار و اخباری که از گوش و کنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کمی کاری دولت‌های گذشته و حال جمهوری اسلامی و کمکاری دولت‌های گذشته و حال جمهوری اسلامی در خصوص تحقق بخشیدن به این حقش بشری و اساسی به گوش میرسه و دیده میشه، نمایانگر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از این حق حیاتی و تأمین سلامت طبق استانداردهای حقوق بشریه. گزارش تفصیلی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان خمینی در سال 96 گزارشی تهیه کرده درباره مناطق محروم که اشاره میکنه بیش از نیمی از مناطق مسکونی در ایران شامل استانها، شهرها و روستاها مناطق کمتر توسعه یافته و محرومند. این میزان محرومیت این مناطق و عدم توسعه یافتگی اونها به یک میزان البته نیست و در برخی مناطق مثل سیستان و بلوچستان 100% استان داره محرومیت و عدم توسعه یافتگیه. در این گزارش پس از استان سیستان و بلوچستان ایلام 95%، کهگیلو بررحمت 88، بوشهر 87، کردستان 86، خراسان جنوبی با 85 و هرمزگان با 81% استان‌هایی هستند که بیشترین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته رو دارا هستند. 25% از مناطق محروم کل ایران که خودش نیمی از بخش‌های مسکونی کشور رو تشکیل میده از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حد اقلی هم محروم. به گفته این گزارش در حالی که استاندارد حد اقلی برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی در ایران 8 خانه بهداشتی یا درمانگاه به ازای هر 10,000 نفره، این رقم در بیش از نیمی از مناطق محروم در ایران زیر 8. بر این اساس یعنی با توجه به پراکندگی جمعیت در مناطق محروم چیزی نزدیک به 10 میلیون نفر در ایران از دسترسی به خدمات حد اقلی هم محرومند یا دست کم برای دسترسی به اون با دشواری فراوانی روبرو هستند. علاوه بر این با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزیه، درجات بالایی از سوء تغذیه در کشور وجود داره. حدوداً 1/4 کودکان یا گرسنگی کشیدن یا فاکتورهای کاهش رشد رو به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کردن. با این وجود شاخصهای قابلیت توزیع غذا در سطح پایینیه. درصد کودکانی که از سوء تغذیه رنج میبرن در روستاها متاسفانه خیلی بیشتره. همچنین تحریم‌هایی که به دلیل سیاست‌های تروریستی این رژیم گریبانگیر مردمان ایران شده، از طرفی بی‌ارزش شدن پول و افزایش روزانه قیمت دلار و عدم واردات مواد اولیه و داروهای اساسی و هم داروهای معمولی و هم داروهای بیماریان خاص را به زحمت انداخته. کمیابی این داروها، کمیابی به طور کل مخصوصا در این چند وقت اخیر، بیمارانی که علاوه بر تحمل بیماری خودشون باید رنج و سختی کمبود دارو و افزایش قیمت اون رو هم به دوش بکشن. این بیماران عموماً به دلیل نوع بیماری که دارن باید داروهاشون رو در زمان مشخص و با کیفیت بالا مصرف کنن. بسیاری از داروهای این بیماران یا تولید داخل نداره یا اگر هم داشته باشه اونقدر بیکیفیت هست که تاثیرگذاری لازم رو روی بدن اونها نداشته باشه و بعضاً بدن برخی از اونها به این داروها تولید داخل واکنش نشون میده. در کنار این کمبودها بر اساس گزارش مرکز بیماری‌های جهانی آلودگی هوا که 7مین عامل مرگ در دنیاست، 7مین عامل خطر در ایران هم هست. در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران مثل تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، عراق، اهواز و شیراز، غلظت بعضی از آلاینده‌های هوا از استاندارد ملی هم به مراتب بالاتره. بر اساس برآوردها با احتساب پدیده ریزگردها، بیش از نیمی از جمعیت کل کشور به نوعی در معرض یک نوع از آلودگی هوایی و محیط زیستی قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم رو به خطر میندازه، بلکه به علت افزایش نیاز به خدمات مراقبتی، بهداشتی و فوریت‌های پزشکی که برای جمعیت تحت تأثیر انجام میشه، هزینه‌های سرباری رو نیز برای حوزه سلامت تحمیل میکنه. وضعیت سلامت روانی مردمان ایران نیز یکی دیگه از مشکلات حاد در سلامت جامعه است و باید به وضعیت قابل تأمل سلامت ایرانیان اشاره داشت. تحقیقات تو ایران نشون داده بین 20 تا 25% ایرانیان دچار بیماری روانی اند و بیش از 50% مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی دارای انواعی از بیماری‌های روانی هستند. آمار افسردگی در شهرهای بزرگ دنیا 20 تا 25%، اما در تهران نزدیک به 35% از تهرانی‌ها دچار این بیماری هستند. از سوی دیگه گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده تا آمار زندانیان زن افزایش چشمگیری پیدا کنه. مسئله‌ای که با توجه به نقش زنان در جامعه، به ویژه در خانواده، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری رو به دنبال داره. زیرا مادرایی که در زندان به سر میبرند، کودکان اونها به صورت ناخواسته با بسیاری از جرایم در زندان آشنا میشن و که این خودش میتونه تو آینده برای اونها مشکل ساز باشه. کودکانی که زندان تاثیر منفی و ویرانگری برای اونها میذارن و حیات عاطفی، فکری، اجتماعی و روانی آنان را با مشکل مواجه میکنه. در واقع زندان تنها به عنوان مجازات و اعمال کنترل بر فرد قانون شکن نیست، بلکه برچسب زندانی بودن علاوه بر فرد زندانی بر اعضای خانواده و نزدیکاش هم تاثیر روانی میذاره و این بار روانی در ارتباط با کودکان بیشتر و پیچیده تره. کودکانی که مادرانشون محکوم به زندان هستن مجبورن بهترین سالهای عمرشون رو توی زندان به جرم‌های ناکرده سپری کنن تا رنج زندان رو به بهای داشتن مهر مادری داشته باشن و بپردازن. اتفاقی که زمینه ساز مشکلات بعدی میشه و این افراد رو دچار سرخوردگی و انحراف میکنه. در باب توسعه واکسیناسیون هم که یکی دیگه از مواد این هدف بود، به طور مثال در زمان همه‌گیری کرونا که به طور وحشتناکی در ایران جا میگرفت، در حالی که دیگر کشورها واکسیناسیونشون در مراحل انتهایی بود، اکثریت مردم واکسینه شده بودند، اونها هم با واکسن‌های معتبر. خامنه‌ای در سال 99 طی یک سخنرانی تلویزیونی گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوعه، که به دنبال این صحبت سخنگوی هلال احمر اعلام کرد واردات 150,000 دوز واکسن فایزر که چند انجمن خیریه به دنبال اون بودن منتفی شد. پیامد این تصمیم و دستور مرگ بیش از 200,000 نفر ایرانی بود که هر یک از اونها امید و پناه یک خانواده بودند و اکنون این خانواده ها در داغ عزیزاشون به خاطر تصمیم یک نفر میسوزن و حسرت میخورن. همینطور بسیاری از پرستاران و دکترانی که به دلیل نداشتن امکانات اولیه مراقبتی امروز در بین ما نیستن و مسئولیت جنایت ها کسی نیست جز شخص خدا خامنه ای. در این چند مدت اخیرم متاسفانه همونجور که گفته شد تو بحث تولید و توزیع دارو، حتی ساده ترینش مانند سرم شستشو یا سرم قندی، به قدری کمیاب شده که قابل به گفتن نیست، مخصوصا داروهای بیماری‌های خاص که خودش به نوعی قبلا مشکل بود برای تأمینش و امروز خیلی مشکل‌تر شده. خوشبختانه طی روزهای پایانی عمر این نظام هستیم و در فردای آزادی اهدافی که در ایران گم شده رو میشه مسیر محقق شدنش رو پیدا کرد و در مسیر قرار داد و به تمامی این اهداف 2030 درگانه 2030 نزدیک و نزدیکتر شد و اونها رو برای ایرانیان مقدر و مهیا کرد. به امید پیروزی و ممنون اینکه من رو شنیدید. خوشحال میشم اگه نقطه نظری باشه بشنویم و با هم در موردش صحبت کنیم. ممنون از شما آقای لطفی عزیز، خسته نباشید و سپاس از این که این بررسی رو کامل و جامع انجام دادید. بله، به قول شما امیدواریم که خیلی زودتر اتفاق بیفته. البته رسیدن به اهداف 2030 در طی مدت کوتاه خیلی بعید به نظر میرسه، حتی اگر همین امروز جمهوری اسلامی بره، چون هدفها خیلی سال پیش گذاشته شده. ولی در هر صورت امیدواریم که زودتر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و مردم ایران طعم آزادی رو بشه. اگر دوستان در مورد مطلب آقای لطفی سوالی یا نظری دارن لطفاً بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ موضوع بعدی. بله، بخش بعدی سخنرانی جناب آقای عبدالمجید بازداران هست با موضوع روز بین‌المللی مبارزه با فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای بازداران عزیز، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. درود و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز با موضوع روز جهانی مبارزه با فساد در خدمتتون هستم. در ابتدا به مفهوم کلی فساد می‌پردازم و در ادامه اشاره خواهم داشت به وضعیت فساد در جمهوری اسلامی ایران. البته سعی می‌کنم که کوتاه بشه. فساد یکی از پدیده‌هایی است که روند پیشرفت را در هر کشوری مختل می‌کند و باعث بحران می‌شود. برای مبارزه با این پدیده روز جهانی مبارزه با فساد از سوی سازمان ملل نامگذاری شده است. از زمان تصویب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در 31 اکتبر 2003 9 دسامبر هر سال به عنوان روز مبارزه با فساد نامگذاری شده است. کلمه فساد به معنی تباهی و نابودی است. واژه لاتین آن برای نخستین بار توسط ارسطو و بعدها سیسرون به کار رفت. بنابر تعریفی فساد به معنای استفاده غیر مجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. در مباحث فلسفی، الهی یا اخلاقی، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایدئال گفته می شود. فساد نوعی خلافکاری است که برای به دست آوردن منافع شخصی توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد صورت می گیرد. فساد شامل فعالیت‌های مانند پولشویی، رشوه‌خواری، اختلاس و یا قاچاق مواد مخدر و غیره می‌شود. فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند. فساد سبب افزایش نابرابری‌ها شده و افزایش نابرابری‌ها باعث ایجاد ناامنی و سرخوردگی قشرهای محروم می شود. بنابراین فساد سطح تولید، رشد اقتصادی و اشتغالزایی را کاهش می دهد که تمام این موارد را متاسفانه ما در حال حاضر در ایران شاهد است. فساد سوء استفاده از کالاها و امکانات دولتی و مردمی توسط مامورین دولتی برای بهره‌گیری شخصی است. فساد محصول عدم توسعه یافتگی و فقدان قانونمندی است. فساد به رفتار آن کارمندان عمومی اطلاق می شود که برای منافع خصوصیشان ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند. هیچ جامعه‌ای را نمی توان یافت که در آن فساد یافت نشود. اما کشورهایی هستند که فساد در آنها از کشورهای دیگر معمولتر و رایج‌تر است. و این فساد در برخی از زمانها آشکارتر از زمانهای دیگر است. این تیکه در جواب افرادی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستن در حال حاضر وقتی که صحبت از فساد داخل جمهوری اسلامی میشه میگن که همه جای دنیا فساد هست. فساد ابعاد مختلفی دارد: فساد جزئی یا فساد خرد، فساد کلان یا فساد بزرگ و فساد نظاممند یا سیستماتیک. اما فساد یک مشکل جدی در ایران نیز است که غالباً در سیستم حکومت گسترده و دامنه‌دار است. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم با سرپرستی پروفسور فرامرز رفیع‌پور صورت گرفت، به روشنی نشان داد که برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سختگیرانه و خوشبینانه بوده است و فساد اقتصادی در ایران بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود. فساد در دوران جمهوری اسلامی ابعادی بی‌سابقه پیدا کرده و اخلاق اجتماعی به طور وسیع ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد. این فساد به همراه اجحافات و زورگویی اداری و نبود راستگویی موجب تباهی منافع عمومی شده است. مسخ معیارهای حرفه‌ای و پایمال نمودن منافع مردم و نفی لیاقت‌ها و مسلط بودن منافع ایدئولوژیک و دفاع از منافع و امتیازات گروه‌های اجتماعی و اداری خاص از ویژگی‌های این فساد است. همین آقازاده‌هایی که برای خودشون تمام منابع کشور رو زیر و رو می‌کنن، اینجاها اشاره شده بهشون. در ایران هویت و موفقیت بخش عمده‌ای از مردم عادی وامدار انواع فسادهای ساختاری است. منافعی که طبقات گوناگون ولو ناراضی و منتقد دولت از فساد دولتی میبرند، آنها را با زنجیرهای نامرئی به نظام متصل و مقید میسازد. به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه جمهوری اسلامی ایران در زمینه فساد 146 از 180 کشور در سال 2019 میلادی ارزیابی شده است، که البته اشاره شد که این رقم خیلی خوشبینانه است و فساد در حالتی که الان بررسی شده خیلی بیشتر هست داخل ایران. دقیقاً اختلال در نسبت بین حقیقت و عدالت است که باعث می شود جامعه ایران در نهادسازی و سیستم سازی مشکل پیدا کند و فساد اقتصادی از آن منتج گردد. فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی، لذا نیازمند اراده سیاسی برای رفع مشکلات که فساد ایجاد کرده می باشد. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی شود، باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد. در ایران مقررات زدایی به عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده است. مبارزه با فساد با تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس، لازم است قوانین حمایتی که فساد میزایند برداشته شوند. یعنی باید یک اصلاح کلی توی قانون اساسی ما صورت بگیره تا ما بتونیم این فساد رو برطرف بکنیم. اگر به همین شکل بخواد پیش بره، همین قوانین جدیدی که هی مجلس میاد تصویب میکنه باز تأییدی بر قوانینی که فسادزا هستن. کاهش دادن استحکاک مردم با سیستم دولتی و بوروکراسی فاسد میتواند باعث افزایش رضایتمندی مردم شود. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است که از جمهوری اسلامی یه همچین چیزی بعیده. وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است، زیرا که از یک طرف او می‌بیند همه همینطور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او هم مانند دیگران آنگونه رفتار کند. یکی از متغیرهایی که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. آدم زرنگ در فرهنگ ایران کسی است که در صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه‌های اداری در هم تنیده و به اصلی غیر قابل اجتناب در این دستگاه‌ها تبدیل شده است و افراد با توسل به این موضوع پله‌های ترقی را طی می‌کنند. در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد در حال حاضر وجود ندارد و فساد در این کشور متاسفانه ساختاری شده است. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معتقد بود که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است. به عقیده محمود صادقی نیز، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصادی و انضباط مالی، در مجلس دهم پس از گذشت 38 سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است، در حالی که بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند. البته این مال چند سال پیشه و اشاره میکنه به گذشت 38 سال از جمهوری اسلامی و الان که حدود 44 سال گذشته وضعیت خیلی هم بدتر شده. در کشوری که قوانین اساسی آن تحت نظارت و کنترل قوانین شرع و دین است و اشخاصی که خود را عالمان دین معرفی می‌کنند بر جان و مال و ناموس مردم با متوسل شدن به قوانین به اصطلاح الهی و دینی خود مسلط هستند، مشخص است که فساد به امری عادی و طبیعی بدل می‌شود. کشوری که قاضی آن جوانی را بدون داشتن دلیل به اعدام محکوم می کند و در جواب التماس‌های پدر او این سوال را مطرح می کند که آیا شما راضی هستید که من حکم خدا و پیغمبر را نادیده بگیرم؟ این ویدئویی است که چند روز پیش در فضای مجازی منتشر شد و پدر یکی از جوانایی که به اعدام متاسفانه محکوم شده با قاضی صحبت کرده و قاضی این جواب را داده. وقتی که نمایندگان مردم برای تعیین صلاحیت باید از ارگان زیر نظر رهبری با عقاید افراطی دینی رد شده و تایید صلاحیت بشوند و از الزامات آن نیز التزام به ولایت مطلقه فقیه است، دیگر چه انتظاری میتوان داشت که این نمایندگان فساد سیستمی را شفاف سازی کنند یا قوانینی برای مبارزه با فساد تصویب کنند و به مردمی که آنها را به عنوان نماینده خود معرفی کرده‌اند تا از حق آنها دفاع کنند وفادار باشند. این گونه است که تمام ارگان‌های اساسی و مهم مملکت زیر نظر شخص رهبر اداره می‌شود و کسی جرأت مخالفت با سیاست‌های دستوری ایشان و ارگان‌های تحت امرش را ندارد. این دقیقاً به معنی فساد سیستمی و سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده است که 4 دهه است در کشور ایران در جریان است. اگر مردم نمایندگانی داشتند که از حقشان دفاع کنند، دیگر ما شاهد ظلم در سطح کلان نبودیم و هر روز چوبه‌های اعدام در کشور برای گرفتن جان و حذف فرزندان آگاه و معترض این مردم برپا نمی‌شد. اگر مقایسه‌ای در تاریخ انجام دهیم، می‌توانیم حکومت جمهوری اسلامی ایران را به حکومت آلمان نازی تشبیه کنیم. حکومتی که مجلسی نیز برای تصویب قوانین و اجرا داشت، اما نمایندگان آن در تلاش بودند تا دستورات و تفکرات پیشوایشان را به نحو احسن اجرا کنند تا مورد رضایت او قرار بگیرند و در پیشبرد ایدئولوژی‌های او از یکدیگر پیشی بگیرند. امروزه اما به لطف وجود فضای مجازی، آگاهی مردم بالاتر رفته و همچنین هر روز بیشتر و بیشتر از ابعاد فساد و جنایات این حکومت و رهبر آن برای همگان روشن می‌شود. برای مثال می‌توان به فایل‌های صوتی افشا شده‌ای از مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که یکی پس از دیگری ابعاد جدیدی از فساد سیاسی و اقتصادی رهبرش را نشان می‌دهند. کسی که سال‌هاست خودش رئیس مجلس و رئیس جمهور تعیین می‌کند و اگر کسی هم زبانش بلغزد، وادار به پس گرفتن حرف‌هایش می‌شود. تأثیرات فساد در جامعه را می‌توان از جهات مختلف مانند فساد و ساختار دینی، فساد و فقر، فساد و فرهنگ و فساد و استبداد و بحران جنسی و بسیاری موارد دیگر بررسی کرد که لازمه آن مطالعه منابع مختلف و زمان بیشتری است. متشکرم که به این سخنرانی توجه کردید. امیدوارم که تونسته باشم مقداری از حق مطلب رو ادا بکنم. فساد داخل جمهوری اسلامی در حال حاضر خیلی گسترده است. پرداختن به ابعاد مختلفش زمان زیادی می‌طلبه که متأسفانه از عهده ما خارجه. اگر سوالی بود یا انتقادی یا نظری بود، من در خدمت هستم. متشکرم. من مایک رو رها می‌کنم. سپاس از شما آقای بازداران عزیز. درست می‌فرمایید. البته فساد همونطور که همه می‌دونیم بر 3 رکن دیگه است. فساد یعنی 3 نوع فساد داریم. فساد مالی داریم، فساد اخلاقی و فساد اداری که متاسفانه جمهوری اسلامی هر 3 تاشو در رده‌های بالا داره با تمام توان انجام میده. فساد به صورت به قول شما سیستماتیک. حالا تو صحبتاتون فرمودین که میگن که همه جای دنیا فساد هست. بله، خب تو همین آلمان هم ما چند سال پیش دیدیم که یکی از مدیران ارشدشون برکنار شد و دادگاهی شد فقط به این خاطر که از کارت دولتی، اگر اشتباه نکنم یه همچین حالتی بود که از کارت دولتی بنزین خصوصی، یعنی واسه ماشین خصوصی بنزین زده بود و به خاطر همین موضوع حالا هر چقدر میخواد 100 یورو باشه، 200 یورو باشه یا هر مبلغی دادگاهی شد و برکنار شد. همه این موضوع برمیگرده به اینکه ما باید یک دادگستری مستقل داشته باشیم که متاسفانه نداریم. شما اشاره کردین که خامنه‌ای مجلس و رئیس جمهور رو انتخاب میکنه. جالبه که قوه قضاییه رو هم انتخاب میکنه. به هر حال همه چیز زیر ید قدرت ایشونه. خب دوستان اگر نظری دارن یا سوالی بفرمایید، اگر نه که بریم به بخش پایانی برسیم که بحث آزاد، که موضوع بحث آزاد اون هست حق محاکمه قانونی برای همه. خب در هفته‌های گذشته متاسفانه دیدیم که طبق روال گذشته بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی بدون رعایت روند قانونی یک محاکمه صدور احکام اعدام با اتهام‌های واهی، محاربه و عقاب و غیره که اینا همش نمیدونم اصلا از کجاشون میارن اینجور اصطلاحات رو، برای بچه‌های خیلی کوچیک، دختر بچه 16 ساله رو به اتهام محاربه بهش حکم دادن. البته خوشبختانه دیروز به قید وثیقه آزاد شد. ولی در مجموع خب ما می‌دونیم که تو جمهوری اسلامی دادگستری و دادگاه مستقل وجود نداره، روند دادرسی عادلانه و قانونی وجود نداره. بنابراین نمیتونیم تصور داشته باشیم که در جمهوری اسلامی محاکمه قانونی برای همه انجام بشه. ما مثالهای زیادی داریم که مثلا یک نمونش مرتضوی، قاضی فاسد گذشته که چندین پرونده داره دیگه، پرونده مشارکت در قتل داره، پرونده اختلاس داره و فلان و اینا، خیلی زیاد پرونده داره، ولی حکمی که برای اون صادر کردن با حکمی که امروز برای بچه‌ها و جوانامون دارن صادر میکنن کاملا متمایز هست. حالا من از شما عزیزان میخوام بپرسم که آیا فردای براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام جدید مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر، آیا با دولت مردانه امروز چه کار باید کرد؟ چه نوع محاکمه‌ای رو شما فکر میکنید که درسته باید انجام بشه؟ البته اگر از زیر دست مردم سالم در برن و زنده بمونن و برسن به دادگاه. حالا من میخوام از شما بپرسم که در اون زمان چه نوع محاکمه‌ای باید انجام بشه واقعا، بر چه پایه و اساسی؟ کسانی که زیاد جنایت کردن. بله جناب آقای بازداران عزیز، میشنویم شما رو. درود مجدد خدمت دوستان عزیز. واقعا این چند روزه فقط چند مورد رو ما بخوایم بررسی بکنیم، مواردی که داخل دادگاه‌های ایران داره بر علیه بچه‌ها مطرح میشه، بچه‌هایی که مثلا یک بچه 15 ساله رو گرفتن، شلیک هم کرده بودن بهش، حدود 2 ماه داخل زندان نگه داشتن، با ساچمه داخل بدنش و اجازه ندادن که بره درمان بشه. دیروز فکر میکنم با قید وثیقه آزاد شدن، با فشارهای جهانی که به جمهوری اسلامی آوردن، حالا تازه بردن عکس گرفتن و میبینن داخل بدنش ساچمه هست. و یه اشاره دیگه میتونیم بکنیم که به کسایی که الان داخل دادگاه‌ها وکیل تسخیری بهشون میدن، از وکیل مستقل داشتنش رو محروم هستن. فیلماشو که میبینیم وقتی که وکیل تسخیری مثلا میاد صحبت میکنه، اولا که پرونده هاشون انقدر زیادن اصلا نمیدونه راجع به کی داره صحبت میکنه و جواب تماس خانواده ها رو هم نمیدن. داخل دادگاه هم که داشت صحبت میکرد، راجع به این داشت صحبت میکرد که شما بیاین، مثلا از قاضی یه جوری التماس داشت میکرد که شما بیاید ببخشید، حالا موکلم خودش فهمیده که اشتباه کرد. یعنی اصلا به این سمت میرفت که ایشون اصلا متهمه و این کار رو انجام داد، در صورتی که همچین چیزی نبود. بعد از جمهوری اسلامی ایران نظر من این هست که دادگاه‌هایی که به این شکل داره تشکیل میشه مطمئناً تشکیل نخواهد شد، به خاطر اینکه اگر ما بخوایم یه حکومت آزاد و قوه قضاییه مستقل داشته باشیم و مردم آزاد باشن اونجاها و حقوق بشر در اونجا رعایت بشه، کاملاً حکم اعدام برچیده خواهد شد مثل خیلی از کشورهای آزاد و دموکراتیک. پس منتظر این نباید باشیم که اون سری اعدام‌هایی که بعد از انقلاب 57 داخل ایران محاکمه‌هایی که انجام شد دوباره مثلا یه همچین چیزی رو ما شاهد باشیم. ولی خب احتمالاً حکم‌هایی خواهند گرفت با موازین حقوق بشری. متشکرم. من مایک رو رها می‌کنم. ممنون از شما آقای بازداران عزیز. بله درست فرمایید. به هر حال حکم اعدام که به هر صورت و در هر زمانی یک حکم غیر انسانی است دیگه. حالا فرق نمی‌کنه. یعنی اگر قرار باشه حکم اعدام صادر بشه که خب چه تفاوتی بین جمهوری اسلامی و نظام سیاسی آینده خواهد بود. بنابراین من منظور من این نبود که حکم اعدام صادر بشه یا نه، ولی در مجموع دادگاه عادل باید باشه و محاکمه عادلانه. سرکار خانم بیرجندی شما را میشنویم، بفرمایید. ممنون جناب شایگان، خسته نباشید میگم خدمت همه همکاران عزیز و سپاسگزارم از سخنرانی خوبتون. نظر من در واقع روی این مسئله این هستش که هرچی بیشتر و عمیق‌تر در واقع فکر می‌کنیم عملکرد جمهوری اسلامی رو، خب این واضحه کاملا که کلا هدفش کشتن بچه‌های ماست. حالا به هر طریقی ببینید، از اول از شلیک گلوله‌هایی که بود، بعد ضربه‌های باتومی که به سرشون بچه‌ها خورده بود، چه در حین بازداشت چه در زمان دستگیری، و بسیاری از عزیزان ما به این طریق در واقع کشته شدن و توی در واقع زمان دیگه‌ای شروع کردن حالا حکم اعدام دادن به بچه‌های ما. و متاسفانه حالا این دو عزیزی که الان رسانه‌ای شد و در زاهدان من میدونم که خیلی تعداد بیشتری است که رسانه‌ای نشد، متاسفانه حالا به گوش اونم نرسید. اما نکته که میخواستم بگم خدمتون در مورد این که در فردای آزادی ایران چه اتفاقی میفته، جناب شایگان البته که ما همه معتقدیم که باید دادگاه‌هایی برگزار بشه و یک در واقع قضاوت عادلانه در مورد این افراد صورت بگیره. همه ما مخالف حکم اعدام یا کشتن هستیم، اما خب به حال هر حکمی غیر از این میتونه مجازاتی باشه برای اینجور افراد. اما من در این بین میخوام فقط به این نکته اشاره کنم، البته این داخل پرانتز بگم که تا اون زمان باز هم اون گفته شما کاملا صحیح هست، مشخص نیستش که خود مردم چه رفتاری با بسیاری از اونا، کما اینکه تا این مدت هم کردن این کار رو، به قول خودشون خونساشون کردن. اما اینو میخواستم بگم خدمتتون که من فقط در واقع خامنه‌ای و زیردستان و قوه قضایی و اینا رو مقصر در مرگ عزیزانمون نمیدونم. یک مطلبی رو من شنیدم که تنها کسی که صحبتش در زمان اعدام ها حتی بالاتر از اون اجرای احکام و حالا بقیه اون آدمایی هستن که در زمان اعدام حضور دارن، اون دکتر پزشک قانونی هستش، که یعنی حتی اگه اون شخص به هر دلیلی عنوان بکنه که این شخص نمیتونه اعدام بشه، اون اعدام باید لغو بشه. من خب مثلا میخوام اشاره کنم که اینجور افرادی هم هستن، یعنی ما اینا رو نباید فراموش کنیم در فردای آزادی ایران، اینجور افرادو، یعنی فکر نکنیم که اینا دستی در این کار نداشتن، که کما این که میتونستن جلوی خیلی از این اعدام‌ها و کشتار بچه‌ها رو بگیرن، و حتی پزشکا یا پرسنل بیمارستان ها که خیلی این کار رو کردن به صورت مخفی اطلاعات دادن که حالا برای درمان بچه ها یا برای کمک رسانی یا برای اینکه شناسایی بشن بچه ها بر خانواده هاشون، منظورم این هست نه برای جمهوری اسلامی، میتونستن این افراد هم نقش داشته باشن، اما با سکوتشون دست در این جنایت جمهوری اسلامی دارن. مرسی، سپاسگزارم که تایم به من دادید. شما خانم بیرجندی، البته شما این صحبت کردید، من یاد یک موضوعی افتادم که چند وقت پیش، فکر می‌کنم یک ماه پیش بود، من داشتم یک گزارش می‌نوشتم که در زندان زاهدان متاسفانه یک محکوم به اعدامی رو می‌خواستن اعدام کنن، منتها قبل از اینکه حکم رو اجرا کنن اون محکوم به اعدام متاسفانه سکته کرده و فوت کرده و جسد اون شخص رو دوباره اعدام کردن. یعنی من میخوام به شما بگم که میزان توحش افرادی که تو جمهوری اسلامی سمتی دارن رو میخوام به شما یادآوری کنم. حالا شما فرمودید که اون پزشک، خدمت شما عرض کنم که پزشکی قانونی میتونه فلان کنه. و به هر حال اینا همشون دستشون توی یک کاسه است دیگه، ولی خب در هر صورت باید اونها هم محاکمه شن. بله خب جناب آقای داوود لطفی عزیز، میشنویم شما رو. بله ممنون از شما، خسته نباشید. تا این لحظه به قول شما اگر بمونن، اگر دست مردم جان سالم به در ببرند، ببینیم میرسن به پای میز محاکمه یا نه. البته که نمیتونیم، ما نمیخوام بگم به مرگشون راضی نیستیم، اتفاقا با این کارهایی که کردن، این خشمی که در مردم تک به تکشون ایجاد کردن، همه به دنبال این هستن که اینها رو حالا به نوعی به تقاص کاراشون برسونن و اون تقاصه رو حالا نه یک قولی توی یه لحظه زندگیش تموم بشه. به نظر من، از نظر منه و فردای آزادی، اینها باید ذره ذره برسن به جای اینکه آرزوی مرگ کنن. باید اتفاقی بیفته، شرایطی رقم بزنه براشون، مردم براشون رقم بزنن که ببینن، یه سری چیزها رو ببینن و خودشون هر لحظه آرزوی مرگ کنن. حالا با یه سری شکنجه‌هایی که خودشون میدادن سرشون بیارن. اینا یه مقدار قسی و قلبیه به نظر من، یه مقدار شاید با دید خشونت بهش نگاه میکنه، ولی آیا راه دیگه‌ای هستش برای اینکه اون مادری که داغ دیده است به آرامش برسه؟ تمام مادرهایی که من حالا فیلم‌های ازشون، صحبت‌ها ازشون و به نوعی پیام‌هاشون رو میشنویم و میبینیم، این که فعلا وقت عزا نیست، فعلا باید رفت جنگید و خونشون رو، خون این بچه‌هایی که داده شده رو به سرانجام رسون. اما در فردای آزادی باز هم هنگامه خشم، هنگامه عزا نیست. یعنی فردای آزادی که تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ آیا اون مادر که فرزندش رو از دست داده، عزیزش رو از دست داده، اون بچه‌ای که پدر و مادرش رو از دست داده، آیا بازم آرامش الانش، یعنی آرامش که نه. اون موقع تازه به نظر من متوجه میشه که چه مشکلاتی، چی برای سرش اومده، و اون موقع است که اون بیشتر نبود پیدا میکنه. همه شادن از این آزادی و بچه نیست و اون پدر و مادر نیست. و آیلا اون لحظه اون آدم اگر یه عاملش رو، این باعث و بانی این فقدان رو به دست بیاره، آیا باز میتونه ازش بگذره؟ واقعا این سخت گفتنش، چون ما جای اونها نیستیم، ببینیم اونها چه دردی رو دارن میکشن. ما که بیرونیم، نه بیرون مزونی که از اون ندیدیم، یعنی این ما جز اون خانواده ها تا به امروز نبودیم که عزیزی رو از دست بدیم. این درد رو ما به عنوان یک خارج از گود چه دردی داریم میکشیم که اونی که وسط گوده داره میکشه؟ آیا اون انسانی که باعث و بانی تمام این درد و زخم‌ها برای این خانواده ها هست، آیا واقعا دست اینها جان سالم به در میبره؟ من حالا دوباره وقت میگیرم و حالا یه سری صحبت دیگر انجام میدم. ممنون از شما. بله ممنون از شما آقای لطفی عزیز، درست میفرمایید. البته خب باید در نظر داشت که در جوامع پیشرفته‌تر، من تا اونجا که دیدم، احکام خیلی سنگینی که اگر بخوام به یک مجرم بدن، نهایتاً حبس ابد میدن. و حالا در هر صورت باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. آقای حسن‌زاده رو بشنویم. جناب آقای حسن‌زاده، درود بر همگی دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. اول تبریک میگم، تصمیم سازمان ملل رو برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، این خیلی برد قشنگی بود. دومین چیزی که حالا امروز خبردار شدم، لغو سفر وزیر امور خارجه ایران به ایتالیا بوده، به خاطر اینکه ایرانی‌ها در ایتالیا درخواست تجمع کردن. برگردم به بحثی که جناب شایگان سوالش رو پرسیدن. ببینید، یه تفاوتی توی برداشت ها و توی قضاوت ها باید فکر میکنم. اونایی که اسم خودشون رو فعال حقوق بشر میذارن، توی ذهنشون و اون چیزی که حالا ایدهشون هست باید تفاوت داشته باشه با بقیه. همه سرسری از 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید میگذرن، میگن خب ساده است، این نوشته حق دموکراسی، اون نوشته حق اقامت، اون یکی حق پناهندگی، ولی واقعا تو دیتیلش که بریم تصمیمات سختی گرفته میشه. باورتون نمیشه، من یه مطالعه داشتم روی مقاله‌ای از یک نفر که فعال حقوق بشره، ایشون اصلا به تمامیت ارضی مثلا کشور ایران یا هر کشور دیگه ای زیاد اهمیت نمیداد، چون واقعا توی دریای حقوق بشر غرق شده بود. یعنی نه اینکه این یک بدی باشه، نه، یه نظر خیلی هم قشنگه، آدم میتونه فرامرزی فکر کنه. چیزی که برای ما مهمه اینه که اگه الان، نظر شخصی بنده، شاید کم و بیش بعضی از دوستان میدونن که چقدر من مخالف این استبداد دینی هستم که مردم کشورم دچارش شدن و اسیرشن، اما به عنوان یه فعال حقوق بشر اگر شعار میدم که حق حیات کسی رو نقض نکنیم، اگه شعار میدم که اعدامی وجود نداره، واقعا نمیشه این رو حالا بعد از آزادی این رو نادیده بگیرم و شروع کنم آخوندها و یا مجرمین یا اونایی که جلادن رو اعدام کنم. یک کمی برمیگردم به چندین سال پیش، حدود 1175 هجری که نادرشاه بعد از اینکه فتح و فتوح‌های زیادی انجام داد به کشور برگشت. یه عده به خاطر که حالا مقام بگیرن، به خاطر که وضعیت بهتری پیدا کنن، از آخوندها اومدن جلوش رو گرفتن و گفتن جناب نادر، موقعی که شما لشکرتو حرکت دادی ما خیلی براتون دعا کردیم. بعد خب نادر اینا فکر میکردن حالا با تعریف و تمجید وضعیت بهتری پیدا میکنن توی جامعه. نادر همشون رو جمع کرد و گفت که بیاین اینو توی جلسه بگین. همشون رو جمع کرد و توی اون جلسه حکم براشون برید که شما بیکارترین آدما هستین و زمانی که لشکر شکست میخورد پس شما کجا بودین، زمانی که محمود افغان داشت میومد اصفهان رو تسخیر کنه پس شما کجا بودین. بعد اینا رو به زور برد توی اردوگاه‌های کار اجباری، بدون اینکه بکشتشون، بدون اینکه اصطلاحاً حق حیاتشون رو نقض کنه. بعضیاشون هم که مخالفت میکردن با چوب کتکشون زد. حالا من اون رو زیاد تایید نمیکنم، ولی ببینید یک آدم خودکامه، یک آدم دیکتاتور، اول وضعیتش رو ازش بگیریم همین کافیه و زجرآوره براش، همین از مرگ براش بدتره به نظر بنده. و چرا اینا برن کشورهای دیگه، تو همون ایران بمونن، خدمت کنن به کسانی که داغ دیده شدن، خدمت کنن. و ما خیلی کارهای، من توهینی به شغل خاصی نمی کنم، ولی کارهایی داریم که باید اینا انجام بدن. اصطلاحاً یه بنده خدایی میگفت انقدر که شکمشون اومده بالا باید انقدر کار کنن که این شکم دوباره بره داخل. من فکر میکنم ازشون کار بکشیم خیلی بهتره تا اینکه بخوایم به جرم حالا کشتن عزیزانمون بخوایم اونا رو راحت در یک روز محاکمه کنیم و بخوایم بکشیمشون یا اعدامشون. مرسی به من وقت دادید. ممنون از شما آقای حسن‌زاده. البته من شنیده بودم که نادرشاه به آخوندها گفته بود که شما باید 2 دفعه کشتشین، یه بار به خاطر اینکه آخوندین ترویج خرافه میکنین، یه بار هم به خاطر اینکه آخوندین و کار نمیکنین، بیکارین. من اینو شنیده بودم، حالا این نظر جدیدی بود که من شنیدم. خانم پروین محمدی عزیز بفرمایید لطفا. من هم تقریبا با نظر، اسمشون رو نمیدونم، نفهمیدم که اصلا، موافقم. به نظر من بزرگترین چیزی که، یعنی بزرگترین تلافی که ماها بعد انقلاب، بعد این آزادیمون انجام میدیم، به نظر من چیزهایی رو که اینها خودشون و شخصیتشون و انسانیتشون رو فروختن، همه این چیزها رو بگیریم. به نظر من بزرگترین حکمیه که میشه برای اینها داد، به خاطر اینکه همیشه خیلی چیزها هستن که بزرگتر از اعدامه، یعنی بدتر از اعدام میتونه آدم رو آزار بده. پول، ثروت چیزیه که همیشه اینجور افراد رو متاسفانه باعث شده انسانیت رو بفروشن و به این راحتی بخوان به نوعی مقابل مردم بایستن. به نظر من اولین کار اینه که حبس بدیم. این برای افرادیه که درجه یک هستن، یعنی کسایی که این حکم رو، این کارها رو برای علیه مردم انجام دادن و حتی خانواده هاشون رو هم همینطور، چرا که سکوت کردن به خاطر این همه ظلمی که در حق مردم انجام داده شد. سکوت کردن خانواده های این افراد رو هم با نبود چیزهایی که تا حالا اندوختن، ثروت هر جور که شما بگین، هر چیزی که تا به امروز اندوختن رو از اونها گرفته بشه و به نوعی بله از اونها کار کشیدن بهترین جرمه. چون مرگ چیزیه که ماها چون واقعا برای هدفمون حقوق بشر هستش، فکر میکنم اعدام نمیشه گفت اعدام برای اونها، چون ما همین الان هم اعدام رو داریم منع میکنیم برای هر کسی. ولی اینکه واقعا وقتی آدم میبینه که چقدر بی‌عدالتی توی این برقراری این دادگاه ها چقدر بی‌عدالتی داره میشه، مثلا اینکه وقتی یک افرادی از خودشون بزرگترین جرم ها رو انجام میدن، سالها طول میکشه حتی دادگاه برقرار بشه و اینکه حتی خیلی از این دادگاه ها متاسفانه بدون اینکه هیچ ثمره خوبی داشته باشه، معلوم نمیشه اصلا چطور بسته شد. پرونده ها به راحتی بسته میشه و وقتی که آدم میبینه که الان متاسفانه به خاطر سوزوندن یک سطل آشغال، اونم به خاطر اینکه حق طبیعی هر انسانی اعتراضه، گفتن نظراتشونه و بدون اینکه حتی اجازه وکیل بهشون داده بشه، بدون اینکه حتی به نوعی فرصت حتی سخن گفتن رو بهشون نمیدن و سریعا حکم اعدام رو میبرن، خیلی زجرآوره. و وقتی آدم به عنوان انسانیت نگاه میکنه، من اولش برمیگردم میگم باید اعدام بشن همین ها ولی وقتی انسانی یعنی به نوعی با حق حقوق بشری فکر میکنم، میگم نه متاسفانه نمیتونیم مثل اونها با خودشون مثل اونها برخورد کنیم. ولی خب آرزو دارم هرچه زودتر این شرایط بد و بحرانی که داریم میگذرانیم رو به خوبی واسه یک ثمره خوب واقعا تموم کنیم و اینکه یادمون نره، هیچ کی رو یادمون نره، از یاد نبریم هر کسی رو که در این راه آزار داد مردم، به هر نوعی زندان، اعدام و خیلی به هیچ وجه هیچ کدوم از اعضا، حتی کوچکترین اعضای این حاکمیت رو، کوچکترین اعضاش رو هم توی ذهنمون حک کنیم تا بدونیم با یه برنامه‌ریزی عالی بتونیم با اینها واقعا چیزی که لایقشون هستش به اونها بدیم. ممنون از این که گوش دادید. از شما خانم محمدی. ببینید موضوع این است که حق محاکمه داشتن، محاکمه قانونی، البته من منظورمه حق محاکمه قانونی داشتن برای هر شهروندی، حالا چه این شهروند میخواد یک جنایتکاری به اسم علی خامنه‌ای باشه یا یک شهروند عادی مثلا من، این رو حق رو باید داشته باشیم که توی یک دادگاه عادل، توی یک دادگاه صالح و طی یک روند قانونی به اتهاماتی که بهمون زده شده یا بهشون زده میشه پاسخ بدن و به قول معروف از خودشون دفاع کنن. و اگر قاضی به این نقطه برسه که نه اینا باید جرمشون ثابت بشه، باید اینا رو بهشون حکم بده و بهشون حکم خواهد داد. قطعا اعدام کردن که به کل منتفی و از غیر انسانیه، غیر از اون حتی شکنجه هم، من یکی از دوستان، حالا یادم نیست کدوم از دوستان بود، گفتش حتی شکنجه هم به نظر من یک روش غیر انسانی، عمل غیر انسانی است و باید این رو هم در نظر داشت. آقای پوریا فرجی عزیز، میشنویم شما رو. سلام خدمت همه عزیزان. به نظر من ما اگر میخوایم شاهد یک محاکمه قانونی باشیم، اول باید این نکته رو در نظر بگیریم که بعد از جمهوری اسلامی چه کسانی میخوان قدرت ایرانی به دست بگیرن، یعنی میخوان در رأس حکومت باشه، چون خیلی مهمه و اونم خود ما مردم توش نقش داریم. چون ما اگر بخوایم یک ایرانی داشته باشیم که همه محاکمه‌هاش قانونی و عدالتمند باشه، اول باید اون حکومت بر مبنای عدالت و شایسته سالاری خودش انتخاب بشه. مثل جمهوری اسلامی نباشه که سال 57 وقتی مردم کاملا حالا از سر ناآگاهی فریب خوردن و اینا رو به قدرت رسوندن. این جمهوری اسلامی خب کاملا مشخص بود دیگه، با بی‌عدالتی به قدرت رسید و از همون اولم هدفش مشخص بود، فساد و خیلی کارهای دیگه. اگر ما همه ما ایرانی‌ها بخوایم شاهد یک جامعه پویا که بر اساس عدالت تو همه بخش‌هاش شک بگیره و جلو بره، باید اینو در نظر بگیریم که آگاهانه اول از اون اشخاص انتخاب کنیم که دوباره به همچین مشکلی که الان خوردیم و 43 سال رنج و عذاب کشیدیم مجدد دوچار نشیم. شما الان از سال 57 اگه دقت کنیم، یه کشور ما دوچار یه فساد شد که اون فساد کاملا سازمان یافته بود و تمام بخش‌های جامعه ما رو هم گرفت و همون فساد وقتی که تو جامعه پخش شد باعث شد که جامعه ما از اون حالت عدالت خودش خارج بشه، از اون اینکه هر شخصی چه حدی داره چه قوانینی داره خارج شد و کاملا منفعت طلب شد و باعث شد که اینا بخوان هر کاری، هر حکمی، هر برخورد کاملا ناشایسته و کاملا نقض حقوق بشری که باشه تو مملکت ما انجام بدن و کاملا یه درخت کجی رو اومدن به بار آوردن که اون کجیش هم اومدن به واسطه رسانه و خیلی بخشای حالا فضای مجازی که حالا در اختیارشون بود و اومدن کلا لحاظش به چه بین‌المللی خودشونو در ظاهر خوب نشون دادن. اما خب الان یه فرقی داره با اون موقع، اونم اینه که مردم ما خوب آگاه تر شدن و از قدرت رسانه فضای مجازی که قبلا حالا جمهوری اسلامی استفاده میکرد، الان خود مردم دارن به علیه اونا استفاده میکنن و افشاگری میکنن. و پایان صحبت من، در پایان میتونم بگم که ماها الان هممون صحبت از این میکنیم که حالا اینا جنایت کردن و باید به بدترین شکل ممکن محاکمه بشن. درسته همه خیلی عذاب کشیدن، شاید همه کسان خود ماها که الان اینجا هستیم وقتی خب میبینیم جوانی اعدام میکنن یا حکم اعدامش بیاد، خب به تک تک لحظات اون جوان فکر میکنیم از زمانی که اون حکم به دستش رسیده و اینکه خانواده چه عذاب کشیدن. درسته خیلی سخته اینا که بخوایم حق خودمون جاشون قرار بدیم، ولی خب اینم که ما بخوایم الان بگیم که حالا چون فلان شخص این حکم داده الان ما باید مثلا اعدامش کنیم و یا یه رفتارهایی که دقیقاً بخواد مثل جوری باشه که ما رو بخواد مثل جمهوری اسلامی نشون بده، پس ما دیگه فرقی با اونا نکرد. و همین خواستم فقط همین رو بگم و اینکه ما مردم الان هوشیار باشیم، آگاه باشیم و سعی کنیم الان به غیر از این محکوم کردن کسانی که این جنایت کردن، به این فکر کنیم که هوشمندانه تر کسانی بعد از این رژیم رو که میخوان به قدرت برسونیم چه کسانی. امیدوارم که هر چه زودتر ایران آزاد و خوبی داشته باشه. ممنون از شما آقای فرجی عزیز. بله، به امید اون روز. آقای یزدان پناه عزیز بفرمایید. سلام، خسته نباشید خدمت همکاران. ببینید مسئله اینه که اینا تعدد و جرم دارن، اینا یه جرم دو جرم مرتکب نشدن در حد سرانشون، ای خود در نظر بگیریم و مطمئنا قوانین مبتنی بر دین باشه یا دیانت باشه نمیتونه اینا رو محاکمه کنه. مطمئنا قوانینی که اینا بر اساس اون محاکمه میشن قوانین حقوق بشری. اما یه سوال اینجا پیش میاد که دوست دارم دوستان جوابگو باشن. توی سال 2022 یا حالا 2023 فرق نداره، چند روز دیگه بهش میرسیم، کدوم زندانی ساخته شده که قوانین حقوق بشری رو بتونن کاملا توش رعایت بشه یا مجرمانی باشن از نوع خامنه‌ای یا سران رژیم که اینا رو بتونیم تو اون نگه داریم. یعنی باید یه زندانی باشه مختص این افراد باشه. ما اصلا توی زندان عادی اینا رو نمیشه نگه داشت، چون مطمئنا اون کسی که همزندانی اونها خواهد بود اونا رو در امان نخواهد گذاشت، یعنی جونشون اونجا هم در خطره. من مایکو رها میکنم. ممنون از وقتی که من دادید. بله آقای یزدان پناه، سوال خوبیه شریک کردین. البته من فکر کنم اگر یک جامعه‌ای به طور کامل حقوق بشر توش رعایت بشه که اصلا زندان نباید وجود داشته شه، ولی در مجموع. آقای بازداران بفرمایید. درود مجدد. در جواب سوال آقای یزدان پناه، آقای نوری رو که گرفتن فکر کنم نوری باشه فامیلشون، داخل سوئد جدیداً محاکمه شدن، توی کشتارهای سال 67 دست داشتن. ایشون به حبس ابد، یعنی بالاترین حکمی که میتونستن بگیرن اونجاها گرفتن و حکمشون هم به صورتی که هیچ موقع لغو نخواهد شد. هر گونه توافقی ها، هر چیزی که انجام بشه اون لغو نمیشه. حالا اونجاها دارن ازشون پذیرایی میکنن برای حبس ابدشون حکمی که گرفتن طی بشه، ولی خب محاکمه‌ای که براشون انجام دادن محاکمه کاملا قانونی حقوق بشری بود. خانوادهشون حضور داشتن، وکیل داشتن، وکیل مستقل گرفته بودن و الان پسرش اومده میگه که دارن شکنجه میکنن پدرشون رو توی زندان سوئد و به موارد شکنجه‌ای هم که اشاره کرده این بوده که بهشون چایی میدادن برای حالا که عادت کردن و نمیدونم پدرشون عادت دارن چای میخورن، بعد حالا چای رو قطع کردن یا تلویزیون براشون گذاشتن داخل سلولشون توی زندان و شبکه‌های زبان سوئدی رو برایشون پخش میکنن و ایشون یه مقداری آزرده خاطر شدن از این قضیه. یعنی میگم که اگر بخوام موارد حقوق بشری رو رعایت بکنن داخل زندان و زندان به این شکله، ایشون امنیت جانی هم دارن و اینا، ولی خب ناراحت از اون کشتاری که قبلا میتونست انجام بده الان اون آزادی ها رو نداره. مرسی. من مایک رو رها میکنم. مرسی از شما. بله آقای حمید نوری شما میفرمایید. آقای حمید نوری به جایی که بیاد به اعمالی که انجام داده عذرخواهی کنه، ابراز ندامت کنه، حالا میان اینطوری چای نخوردنشون میشه شکنجه. به هر حال روزهای آزادی رو خواهیم دید و روزهای روشن در راه است. آقای یزدان پناه عزیز بفرمایید. ببینید دوستان، در مورد حمید نوری صحبت شد. حمید نوری طبق قانون بعد از 8 سال متاسفانه آزاد میشه. 7 سال یا 8 سال. خب یعنی این قانون حقوق بشریه، چیزی که قوانین حقوق بشر توی بلژیک اگه اشتباه نکنم میگه حبس ابد توی اروپا 27 ساله، کل عمرت نیست. 27 26 یه عددی در همین حده و وقتی متهم 1/3 جرمشو بگذرونه توی زندان طبق قانون میتونه آزاد بشه، یعنی دوباره براش تصمیم گیری میشه، حالا با احتمال 99% آزادش میکنن، بعدش میگردن به ایران. سوال من اینجا همینه که مثلا ببینید حبس ابد اینجوری قانونش، بعد یه مدت طرف طبق قوانین حقوق بشری آزادش میکنه. خب بعدش تکلیف بعدش چیه؟ یعنی قوانین متاسفانه قوانین حقوق بشری نمیتونه اینو کاور کنه. یعنی ما همه اعتقاد داریم به قوانین حقوق بشری. ببینید بعد از اینکه اینا از زندان آزاد بشن یا به هر زندان عادی فرستاده بشن، بازم اینا اونجا در امان نخواهند بود از دست مردمی که توی اون زندان هستن. برای اون زندان محل گذر یه عده میان یه عده میرن و هر کس با این افراد ملاقات کنه به خون این افراد تشنه است مطمئنا. و متاسفانه میگم این قوانین، یعنی هنوز زندانی برای اینطور جرمایی که در این حد باشه به نظر من که ساخته نشده که بتونه قوانین حقوق بشری هم کاور کنه. من مایک رو رها می‌کنم. ممنون از وقتی که من ممنون از شما آقای یزدان پناه. به هر حال ببینید کسی که جرمی مرتکب شده باشه، یه مسئله قدیمی فارسی هست دیگه، هر کی خربزه میخوره پای درزش هم باید بشینه. به هر حال حالا ما اصلا آقای حسن زاده هم گفتن، فکر می‌کنم آقای حسن زاده بود که گفتش که مرگ برای اینا خیلی موضوع خیلی خوب و جذاب خواهد بود اگر یک بار بیان و حالا چه به واسطه مردم چه هر جور دیگه یا به صورت طبیعی به قول معروف از دنیا برن که خب براشون خیلی خوشاینده، ولی اینا باید بمونن و سزای اعمالش رو ببینن. به نظر من خودم شخصا میگم که سزای عملشون، زجر کشیدنشون این است که بمونن و ببینن آبادی و آزادی ایران رو به حال اون قوانینی که در آینده وضع خواهد شد، من اگر شخصا باشم خب لباس آخوندی رو به کل منع خواهم کرد، حوزه‌های علمیه رو خیلی محدود خواهم کرد و یعنی ترویج اون خرافه پرستی و اینا رو باید به کل خیلی محدود کنه آدم. ولی باید بمونن اینا تو جامعه، باید وایسن کار کنن، حالا تو هر شغلی که میتونن. به هر حال این همه شغل‌های مختلف وجود داره توی کشور، به کشور در دوره سازندگی خواهد بود، به هر حال نیاز به نیروی کار خواهیم داشت. آقای بازداران بفرمایید. آقای شایگان یه کوچولو می‌خواستم بگم که شما دارید ناقض حقوق بشر میشید. نمیشه لباس خاصی رو محدود کرد داخل جامعه و اون چیزی هم که شما میفرمایید که خرافه پرستی رو این چیزا رو حالا از بین ببریم. خرافه از نظر ما هست. حالا مثلا داخل هندوستان یک نفر مثلا چه میدونم موش رو ممکنه خیلی مقدس بدونه، یک نفر حالا ممکنه یک حیوان دیگه ای رو، بعضی گاو، بعضی نمیدونم میمون. خب اینا از نظر ما خرافه پرستی است، ولی خب اینا رو نمیشه کلا برچید. یه وضعیت قانونی صحیح و حقوق بشری میخواد که هر بشری بتونه اون اعتقادات خودش رو داشته باشه، حالا به هر شکلی هم میخواد لباس بپوشه، فقط مزاحمتی برای دیگران نداشته باشه. من خودم به شخص مسلمان نیستم، به هیچ دینی هم اعتقاد ندارم، ولی مسلمان ها هم اگر که آزاری به دیگران نرسونن ما چیکارشون داریم؟ میخوان با هر شکل لباس، فقط لخت نیام بیرون، هر لباسی که میخوان بپوشن بپوشن. من ماکرو رو آقای بازار، البته من عرض کردم من نظر خودم رو گفتم، حالا نقض حقوق بشر هست ولی خب این نظر من دیگه. من اصلا لباس اینا رو میبینم یه ذره حالا بد میشه در کل. آقای حسن زاده عزیز بفرمایید. ممنونم که دوباره به بنده وقت دادید. دقیقا همین موارد رو گفتم جناب بازاران که رعایت حقوق بشر واقعا آسون نیست. یعنی آدم یه چیزی داره به نام روان و روح. خب اون چرا دیکتاتورها دیکتاتور میشن؟ به خاطر که بیشتر از خوراک جسمشون به خوراک روح و روانشون اهمیت میدن و هرچی بیشتر اطرافشون این دایره ملتمسان، این دایره دلواپسان بیشتر بشه، این خوراک روحش دلچسب‌تر میشه. از یه دیکتاتور این دایره اطرافش رو بگیری و توی همون محیط آزادانه رهاش کنی، بدترین درده، بدترین زجر رو یعنی یک، اینم نظر شخصی، مثل آقای شایگان که نظر شخصیشون میگم، منم نظر شخصیم، این که شما باید راه درآوردن حقوقی که با عرق جبین به دست میاد و بهشون یاد بدی و مجبورش کنی کار کنه و از جیب خودش، از توان خودش بخوره. این یک محاکمه خیلی بد برای یه دیکتاتوره. شما تو اون محیط باید دیکتاتور رو نگه داری. ابزارهایی که یه دیکتاتور داره حذف، پاک کردنه، حذف فیزیکیه، خشونته یا تبعیضه. اینها رو ازش بگیری، خودش میشه محاکمه قانونی از نظر من و حقوق بشر. هیچ کی هم به این محاکمه ایراد نخواهد گرفت. به نظر من باید سر دیکتاتورها اینجوری بیاد. البته همدلی، همبستگی و صداقت میخواد. مرسی. مرسی از شما آقای حسن‌زاده گرامی، نظراتتون واقعا خوبه و من موافقم تا بخشیش. البته میگم خب نظر شخصی من یکم متفاوته دیگه. به هر حال خانم محمدی عزیز میشوین دوباره شما رو. من هم متاسفانه یا بالاخره این هم نظر شخصی منه، من هم با شما موافقم. مثلا اینکه شما گفتید حالا طبق قانون حقوق بشری خب حبس ابد 25 سال فکر می‌کنم گفتید یا 28 سال و این اگر که 1/3 رو اگر که طرف مقابل توی زندان باشه میتونه آزاد باشه. به نظر من این اصلاً کافی نیست، اصلاً کافی نیست. یعنی وقتی یک شخصی به راحتی، نه یک فرد بلکه چندین فرد رو، کودک 7 ساله داشتیم، 10 ساله داشتیم، بچه بزرگتر کوچکتر همه تو صنف 18 سال بودن. به نظر من حبس ابدی که اون هم تازه یک سومش رو 9 سال واقعا به یه چشم به هم زدن تموم میشه. و اینکه آره خب میدونم ما واقعا باید قوانین حقوق بشری رو رعایت کنیم، ولی خب به نظر من این قوانین حقوق بشری برای انسان‌هایی که لایق قوانینش باشن، اونها به نظر من لایق قوانین حقوق بشری نیستن. یعنی نمیشه اینقدر راحت مثلا از زیر کارهایی که کردن اینقدر راحت در برن. یعنی اصلا آدم خندش میگیره 8 سال 9 سال توی زندان باشی بعد در بیای و اینکه راحت زندگی تو بکنی. پس عدالت کجاست؟ میدونید درست حقوق بشری واقعا این رو میگه، ولی من شخصا نمیدونم حالا این کافی نیست. طرد شدن خیلی کمک میکنه اینکه از جامعه اونها رو طرد کنیم، اما حبس ابد واقعا باید حبس ابد باشه به نظر من، نه اینکه یه مقدار بعدش بخشش بخوره و در بیاد بیرون راحت به زندگیش ادامه بده. نمیدونم، به نظر من هم باید در برابر این افراد یه کمی سختگیرانه تر مقابله کرد. یعنی اینها به نظر من این در برابر کارهایی که اونها کردن این حکم به نظر من نقل و نباته. حالا این نظر شخصی منه، اما با حکم حقوق بشری نه مطابقت نمی کنه متاسفانه. ولی خب چه بگم، مرسی. ممنون از شما خانم محمدی. البته قرار نیست که احکام به این شکل، ما داریم در مورد حق محاکمه صحبت میکنیم. حالا ما نمیتونیم حکم صادر کنیم، ولی در مجموع آقای حسنزاده فکر میکنم ابتدا دست بلند کردن، نه آقای ساسان بودن، عذرخواهی میکنم من آقای حسنزاده، آقای ساسان رو بله خانم حبیبی آقای ساسان بودن. بله بله من عذرخواهی میکنم اگر ترتیب رعایت نشد، ولی آقای ساسان رو بشنوید. سلام، خسته نباشید. سلام، صدای منو دارین؟ بله بله بفرمایید. خوب هستین آقای شایگان؟ حالتون خوبه؟ من از ایران صحبت میکنم خدمتتون. ببینید جسارتاً من چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم که حالا دوستان این مقدار لحاظ نکردن، حالا ببخشید من بی‌ادبی میکنم. این مقدار شرح مختصری از این جریانات دادم خدمت شما. ببینید خب سخن اول شما راجع به این بود که ما در ایران آزاد فردا چه خواهیم کرد. خب این ایران آزاد هر وقت که به وجود اومد طبق همین قوانینی که شما فرمودین باید همه این قوانین رعایت بشه، شکی درش نیست. یعنی ما مطمئناً اگر یک روز ایران آزادی داشته باشیم باید طبق قانون باش توی اون مملکت توش رفتار بشه. مبحث بعدی که هست اینه که ببینید خیلی صادقانه خدمت شما عرض کنم، حتی توی خود اروپا و آمریکا که مهد حالا تمدن و حقوق بشر هم هستن، من فکر نمی کنم این چیزهایی که نوشته شده توی کاغذ و قوانین به راحتی و دقیقاً همینها رعایت شده باشه و بشه. و من تا الان ندیدم که هیچ دیکتاتوری با توجه به حقوق بشر حالا محاکمه شده باشه و حالا اون شکل معمولی زندگیشو طی کرده باشه. از توی کل تاریخ تمام دیکتاتورها به اشکال مختلف از بین رفتن. و اینکه در نهایت حالا پیشنهاد من برای اینکه با این عزیزان چه برخوردی بشه این هست که بنده هیچ کاری به حقوق بشر ندارم، خب اجازه بدیم همین دوستانی که الان دارن با همین احکام بچه‌های ما رو قتل عام میکنن، ما هم فردای آزادی با احکام خودشون باهاشون برخورد کنیم، چه ایرادی داره؟ خب مگر خوب نیست این قوانین؟ مگر این قوانین اسلام و شرعشون نیست؟ خب اجازه بدیم خودشون هم طبق همین قوانین محاکمه میشن، با همین قوانین محکوم میشن. هر قانونی که خودشون توی دین و مذهب و توی مسلک و توی مرامشون دارن همون قوانین رو برای خودشون پیاده بکنیم. و من فکر نمی کنم ببخشید تمام این بچه هایی که تو این 3 ماه تو این مدت اخیر از سال 67 تا الان کشته شدن و نابود شدن و زندگیشون از دست رفته همه چشم انتظار این باشن که خب باشه اینها قضیهشون تموم بشه و ما بیایم با دیدگاه حقوق بشر با اینها برخورد کنیم، خب ایراد نداره. حالا ما که مثل اینها نیستیم. ببینید این در مورد کسی هست که درک این شرایط رو داشته باشه که ما مثل اونها نیستیم. خیلی ساده میگم، ببخشید با حیوانات که نمیشه با زبان انسان صحبت کرد. اجازه بدید با قانونی که خودشون دارن با خودشون همونطوری برخورد کنید. ببخشید من وقتتون رو گرفتم. ممنون از شما آقای ساسان، خیلی خوشحالیم که شما رو تو جمع خودمون داریم از ایران و بهتون یک عرض ارادت ویژه دارم من خودم شخصا. حالا آقای حسن‌زاده صحبتاشون رو بفرمایید تا من در مورد صحبت شما یک چلو توضیح بدم. خیلی ممنون. ببینید من یه چیزی یادم اومد که ما سالها داریم تلاش میکنیم مثلا به یک نوع از پیروان ادیان مثل بهاییت بها داده بشه. توی جمهوری اسلامی بهشون خیلی ظلم شد، نه فقط بهاییان بلکه اهل تسنن حتی، و دیدیم و شنیدیم که مسجداشون رو خراب کردن، با چوب و چماق ریختن تو مسجدشون، از اون طرف اونا بمب گذاشتن نمیدونم توی حرمی که توی مشهد هست و از این حرفا. زیاد توی این تاریخ معاصر دیدیم این چیزها رو از جمهوری اسلامی. و حتی بهایی‌ها مثلا موقع مشخص میشه بچه‌ای که داره آموزش می‌بینه کلاس هفتم کلاس ششم این رو از مدرسه اخراج میکنن، شرط و شروط میذارن. ما محاکمه قانونی باید ببینیم اون قانون چی توش نوشته شده. اگر ما ایراد میگیریم که قانون اساسی کشور ما بر مبنای یک ایدئولوژی صرف و دوگم هست، خب یا باید قبولش کنیم یا نکنیم. اگر قبولش نداریم پس چرا مجدد طبق اون عمل کنیم؟ این خودش میشه نقص. تصمیم گیرنده متاسفانه فعالان سیاسی توی مملکت هستن. تصمیم گیرنده برای نظام آینده ایران مردم نمیتونن باشن. من حرف شما رو کاملا تایید میکنم که حقوق بشر مادامی که رو کاغذ باشه به هیچ ارزشی نداره، باید اجرایی بشه و این خیلی سخته. و اینم من اعتراف میکنم که مسائل حقوق بشری یا کنوانسیون ها ایدئال پردازانه اومدن نوشته شدن. و آیا کسی که یک 43-4 سال دور زده قوانین رو، آیا نمیتونه بعد از اینم دور بزنه؟ چرا؟ اگر من محاکمشون کنم حبس ابد، اعدام بهشون ندم، اما بعدش مشروط کنم به قانونی که بر مبنای حقوق انسانی نوشته شده، بعدش مشروط کنم شما در صورتی میتونید 20 سال 25 سال یا 9 سال زندانی بکشین به اسم حکم ابد که بعدش به این کارها واداشته بشین یا انجام بدین تو جامعه، توی جامعه به این کارها. یعنی یه همچین قوانینی رو میشه گذاشت و طرف هم راضیه که بعد از 9 سال آزاد بشه و بعد این 9 سال بیاد توی جامعه و به عنوان مثلا یک کارمند کارگر یا چیز تحت نظارت یک سیستم سالم کارشو انجام بده، زندگیشو انجام بده. به هر حال انسان انسانه. اگر من حسن‌زاده رو بذارن مسئول یه جای کشور اصلا معلوم نیست که خودم رو گم کنم، اصلا معلوم نیست، بستگی به اطرافیام داره. اینقدر حسن‌زاده گفته میشه که من یه زمانی میشم بت پرستیده میشم و من خودم هم گم میکنم. انسان، ماهیت انسان اینه. پس از همش مهمتر قوانینه. اگه من قانونی رو قبول ندارم دارم نفیش رو میگم، حتما دنبال باید یه قانون بهتر از اون باشم، نه اینکه معادل اون یا بدتر از اون. نظر من این بود. مرسی. ممنون آقای حسن‌زاده. من در ادامه صحبت شما میخواستم اینو بگم که خب آقای ساسان شما فرمودین که بر پایه، یا یکی از دوستان تو چت نوشته بود که بر پایه قوانین اسلام خودشون. ببینید ما در ایران آزاد آینده چیزی به اسم اسلام یا مسیحیت یا هر نوع دین دیگری رو به قول معروف نخواهیم داشت. این یک چیز طبیعی، یعنی یک حکومت سکولار خواهد بود. جدایی دین از سیاست دین از دولت خواهد، مثل همجدا. این که شما فهمیدیم امریکا یا اروپا مهد آزادی و حقوق بشر نه همچین چیزی نیستش. تو همین امریکا هم خیلی از ایالتاش هستن که اعدام همچنان انجام میشه. توی اروپا هم خب به هر حال موارد زیاد هست که اگر بخوایم اشاره کنیم نقض حقوق بشر انجام میشود توی اروپا هم. حالا همونطور که آقای حسن زاده هم گفتن به هر حال قوانین حقوق بشر، ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی ایدئال گرایانه نوشته شده، ولی باید یه چیزی هم در نظر داشته باشیم که ما یک قانون مدنی خواهیم داشت که دولت مردان تو مجلس تصویب میکنن، یک حقوق جزایی خواهیم داشت یا قضایی خواهیم داشت که توی دادگستری حقوقدانها اون رو وضع میکنن. حالا باید ببینیم که این حقوق جزایی به چه شکل خواهد بود. حالا اینکه یک شخصی مثلا فرض بفرمایید علی خامنه‌ای بهش حبس ابد بدن، این حبس ابد بر پایه قوانین حقوق بشری خواهد بود که 1/3 بگذره بعد مثلا بتونه آزاد بشه یا هر چی. در صورت اون حقوق جزایی رو حقوقدانها که به هر حال اونا تحصیل این کارو کردن و بهتر میتونن نظر بدن، اون رو در مجموع انجام خواهند داد. خب در صورت به این نقطه رسیدیم که حالا اول به قول آقای ساسان اجازه بدیم که ایران رو پس بگیریم و بعد در مورد محاکمه این عزیزان یه فکری میکنیم. حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. دوستان عزیز اگر نظری یا صحبت دیگه‌ای دارن که بفرمایید، اگر نه که بله. آقای حسن‌زاده بفرمایید. من یه نکته دیگه می‌خواستم خدمتتون بگم. چرا ما الان از لباس روحانیت بدمون میاد؟ چرا از آخوندها بدمون میاد؟ چون نگاه می‌کنیم تو بخش ورزش آخوند هست، تو بخش بهداشت آخوند هست، تو بخش صنعت آخونده، تو بخش نمیدونم هر چیزی بگین آخونده، چون سر جای خودش نیست. ما زمان پهلوی هم آخوند داشتیم، سر جای خودشون تو مساجد خودشون بودن. این مسئله اسمش تبعیضه. موقعی که من یک سیستمی رو میارم روی کار، انقدر تبعیض گواه همه چیز هست و انقدر فاحشه که من به خودی خود از اون قشری که از همه بالاتر قرار گرفته متنفر میشم، بدم میاد و حاضرم نباشه، حاضرم اعدامشون کنم، حاضرم نابودشون کنم، ریشهشون رو بکنم. این تبعیض نباید توی قوانین ما راهش باز بشه، باید جوری قوانین نوشته شده باشه. همونجور که ایشون گفت آقای شایگان، درستش اینه، من فعال حقوق بشرم، حقوقدان نیستم که بخوام قانون اساسی بنویسم، ولی نخبگان حقوق بشر، نخبگان سیاسی و تمام حالا حتی مذاهب میتونن بیان بشینن قانون اساسی رو به توافق برسن. یعنی اگر یه نفر گفت نه دین اسلام اینو گفته و ما باید اینو انجام بدیم، میگیم نه، حقوق انسان ها از همه چیز مهمتره. اینجوری میشه رأی گیری کرد و اون طرف هم یه رأی مخالف داده مثلا به فلان قانون به خاطر که مغایر با اسلامشه، اشکال نداره، رأیشو داده، ولی اکثریت به حقوق مداری بر پایه حقوق انسان رأی دادن. این مهمه به نظر من. مرسی. ممنون از شما. آقای ساسان رو مجدد میشنویم، بفرمایید. ببخشید آقای شایگان، از همه دوستان من یه دوتا نکته خدمتتون عرض کنم جسارتاً. یه مسئله این که من با صحبت شما کاملا موافق هستم. خب ما فعالیتمون در حوزه حقوق بشر هست و این وظیفه حالا حقوقدان ها هست که بر اساس قوانینی که وضع میشه حالا بتونن چه تصمیمی بگیرن در آینده ایران آزاد، یعنی در آینده که پیش رو هست. حالا این دوستان اگر به اون آینده رسیدن، خب حقوقدان ها خودشون براشون برنامه ریزی میکنن. و یه نکته دیگه خیلی ظریف من میخواستم به خدمت دوستان عرض کنم. جسارت این اعدام هایی که داره اتفاق میفته، شاید همه مثلا از یک منظر نگاه کنن که برای ایجاد رو وحشته، ولی از منظر دیگه که اگر بخواید به این قضیه نگاه بکنید، این اعدام ها از این منظر هست که جمهوری اسلامی میخواد به موافقین خودش، به طرفداران خودش بگه که ما حتی اگر کسی به شما توهین بکنه، حتی اگر کسی شما رو ضرب و جرح بکنه، حتی اگر کسی به شما حرف زشت هم بزنه، ما با شدیدترین شکل ممکنه باهاش برخورد میکنیم. مثلا آقای شکاری مگر چی کار کرده بود؟ ایشون یه ضرب و جرح کرده بود، حالا با یه بسیجی به عنوان مثال. یا آقای بروغنی مثلا مگر چی کار کرده بود؟ آقای بروغنی به یک بسیجی گفته دیگه اینجا نبینم. خب الان ایشون حکم محاربه و اعدام گرفته به همین جور. و این پیامی هست که سیستم داره برای طرفدارای خودش میفرسته که آقا ما تحت هر شرایطی، در بدترین شرایط ممکن هم و به خاطر ساده ترین اتفاقات ممکن هم از شما دفاع خواهیم کرد و به ما وفادار باشید. چیزی که جامعه جهانی شاید بهش قشنگ نگاه نکنه و جامعه ایرانی هم بهش نگاه نکنه. مرسی از لطفتون، ببخشید وقتتون رو گرفتم. ممنون از شما آقای ساسان عزیز. درست میفرمایید. به هر حال جمهوری اسلامی دست و پا زدن‌های آخرش دیگه، به هر حال این اندک هوادارانی که داره رو باید به نوعی راضی نگه داره، ولی خب در این بین جان‌های زیادی گرفته شده و متاسفانه در خطر گرفته شدن هم هست که علاج چاره و علاج راه فکر کنم این باشه که حضور میلیونی تو خیابون. اگر ما میخوایم زندانیامون دیگه اعدام نشن، این نظر شخصی منه، باز هشتگ اعدام نکنید حالا سر جاش هست میتونه باشه، ولی واقعا هشتگ اعدام نکنید و نه به اعدام و اینا هیچ وقت جواب نداده تا به امروز، از امروز به بعد هم جواب نمیده. علاج فکر کنم حضور میلیونی تو خیابوناست که مثل این کشوری که حالا نمیدونم سریلانکا بود فکر می‌کنم که ریختن و کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن، به همین شکل باشه که اون لانه عنکبوت، حالا بعضی از دوستان اسمش رو گذاشتن لانه عنکبوت، می‌کنن واژه مناسبی باشه، زودتر تسخیر بشه و ایران آزاد بشه. در هر صورت اگر دوستان آقای ساسان مجدد می‌شنویم شما رو. آقای شایگان دوستان ببخشید من خیلی پرحرفی میکنم. من پریروز تو جلسات یه پیشنهاد دادم جسارتا، گفتم اینجا هم مطرحش کنم اگر که حالا دوستان صلاح میدونن. ببینید ما الان توی ایران نزدیک 32,000 نفر بازداشتی داریم که هر روزم به تعدادشون اضافه میشه. اکثر این بچه‌هایی که بازداشت میشن خانواده‌هاشون متاسفانه هیچ جایگاهی برای اعلام مثلا اسامی این عزیزان ندارن، یا ترسونده شدن، یا نمیتونن اسمشون جای ارسال بکنن، یا نمیتونن ازشون صحبت بکنن از ترس اینکه بلایی سرشون بیاد. من خواهش کردم از کانون خودمون که اگر ممکنه یه لینک یا یک سایت طراحی بشه و مطمئن باشه و ما این لینک رو بتونیم به مردم معرفی کنیم که این عزیزان بیان اسامی حالا فرزندان خودشون که توی بند هستن و به هر شکلی اعلام بکنن، که این یه نمود بین‌المللی داشته باشه، مثل الان که کاری که پارلمان آلمان و سوئد و جای دیگه دارن میکنن و لطف میکنن، این اسامی ناشناس نمونن و خدای نکرده بعد از مرگشون یا بعد از اینکه اتفاقی براشون افتاد ما با خبر نشیم از اسامیشون. من فکر میکنم از طرف بچه‌های ایران این یکی از بزرگترین خواسته های این بچه‌های توی بند بشه و به عنوان کسی که حالا فکر میکنه فعال حقوق بشر هست، من فکر میکنم این خواسته زیادی نباشه. سپاس از لطفتون، شبتون بخیر. بله ممنون از شما آقای ساسان عزیز. پیشنهادتون پیشنهاد خوبی، البته باید هیئت رئیسه در این مورد تصمیم گیری کنه، ولی خب در حال حاضر ما فکر میکنم که ایمیل هم داره، وبسایتمون ایمیل هم داره که دوستان میتونن مستقیم هیئت رئیسه یا بخش مربوطه ایمیل بزنن و مکاتباتشون رو انجام بدن. خیلی ممنونم از همه همکاران عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن، از سخنرانان گرامی، عزیزانی که در بحث آزاد مشارکت کردن. خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان. من رضا شایگان مسئول جلسه به همراه سرکار خانم سمانه بیرجندی منشی جلسه و آقایان احسان احمدی خواه و پویا حسابی به عنوان ضبط صدا و تدوین، و همینطور سرکار خانم مرجان شعبان نژاد و جناب آقای سلمان یزدان پناه ادمین ها. در ساعت 19:40 به وقت اروپا مرکزی ختم جلسه رو اعلام می‌کنم. سپاس که